اصلا بودجه مهم نیست. مسئله برنامه هست. اولا آتش سوزی همیشه هست، همه جا هم هست. سال گذشته تو استرالیا 2,400,000 هکتار جنگلشون سوخت. ما همه امکانات. ما متوسط آتش سوزی هامون در 20 سال گذشته در منابع طبیعی زنگل برتر سال همون 16,000 هکتار بوده. این آتش سوزی هایی که اتفاق افتاده تا حال کمتر از تا به امروز 1500 هکتار بوده. اولا یک مسئله عادی هست، مسئله منطقه، چون امروز شبکه های تلویزیونی مخالف نظام جمهوری اسلامی بزرگ میکنن، بی بی سی، مناطوس، بی او ای، بقیه، بعض وقتا مسئولین هم تحت تاثیر اونا قرار میگیرن. آتش سوزی در بخشی از طبیعت هست، در جنگل، از اکولوژی جنگل ببخشون. خیلی نباید دلهر رو داشته باشیم، مثلا کل آتش سوزی که در 130 میلیون هکتار عرصه طبیعی کشور در سال اتفاق میفته از که 16 زن که 95 درصدش هم از اشتباه انسانیه. یعنی حالا یه راننده در مسیر جاده میره، تاثیرش میندازه، چوبانی چای درست میکنه، آتش رو کامل خاموش نمیکنه، چون آتش وقتی ظاهرا خاموش میشه هنوز خاموش نشده. نیاز به آموزش های عمومی مردم داریم. کمتر از این 95 درصد، کمتر از 5 درصدش هم عمدیه. بالای 90 درصد از 95 درصد سهویه، 5 درصدش هم طبیعیه، رعد و برق، نمیدونم جرقه است. نباید خیلی نگران باشید، مردم رو نگران کنیم. یک کلمه‌ای از این بود که بیشتر از 95 درصد به گفته خودتون عامل انسانی دخالت داره. باید مردم رو، آگاهی‌های مردم رو افزایش بدیم. الان قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست. شما می‌بینید که با تمام امکاناتی که آمریکایی‌ها دارن سالیانه 100,000 هکتار جنگل‌های کالیفرنیا می‌سوزه. جنگلای سوئد دو سال پیش جنگلای 16,000 هکتار سوخت. سوئد در قطب شمال. من اینو میخوام بگم که ما همین امروز یکی از روزنامه ها میخوندم در سال گذشته در پارک‌های تهران در همین مراتع شما 1318 مورد آتش سوزی داشتم. امسال 800 تا امروز داشتم. حالا شما ببینید در زابلسی که اصلا جاده نداره، زاگرسی که اصلا دسترسی نداره و از شهر بهبهان به خواهیز بخواهیم بریم مثلا برسیم مثلا حداقل 5 ساعت راهیم به مطلب. ما هلیکوپتری نداریم، امکاناتی نداریم. کل هلیکوپترهای مثلا وزارت دفاع 10 تا بیشتر نیستن. در 164 میلیون هکتار هم بخوام پخش بشن، هر 16 میلیون هکتار یه هلیکوپتر میرسه. یک هواپیما، من اتفاقی هواپیما در هورال عظیم که دو سال پیش آتش گرفته بود در سمت عراق مجوز گرفتیم که اونجا بره آتش خاموش کنه، چون دودش میمد به شهر اهواز و سوسنگر، مردم رو واقعا کلافه کرده بود. یک هواپیما در روز 2 تا 3 تا پرواز بیشتر نمیتونه انجام بده. باید میرفت اهواز آبگیری میکرد، برمیگشت آبش تغذیه میکرد. هلیکوپترها هم اتفاقا بغل آتش بودن، چون هورال عظیم آب داشت. از 2 کیلومتر 1 کیلومتر با آتش فاصله داشت، خاک را خاک اینا رو کاری نداره. از روانی برای مردم ممکن یک دونه ممکن اگر 200 باشه بله، ولی یک دونه در حد یک دونه کارایی داره. پس از نظر روانی ببینید که ما یک اول گفتم باید بپذیریم آتش
بخشی از زندگی طبیعت. آتش‌سوزی‌های طبیعی. طبیعی. ولی ما آتش‌سوزی‌های اشتباه انسانی رو هم گفتم که در سال 16,000 هکتاره. یعنی جمع آتش‌سوزی‌های طبیعی و انسانی و 90% سهو و 5% عمد و 5% 16,000 هکتاره. ما باید پیشگیری کنیم در حد خودش. روش‌های معمولش. ما نیاییم یک مرتبه هیجانی بشیم، هلیکوپترها خلبانهاشون جونشون رو به خطر بندازیم بفرستیم توی دره ها تو کوه ها، چون هلیکوپتری که بسکت چیز حامل آب و سبد حامل آب رو میبره این کنترلش خیلی سخته. 20 متر از خلبان ها به من میگفتن، یعنی اونا هم بالاخره ما به خاطر 2 هکتار مرتب 4 نفر آدم رو با خطر رو بریم. خود ماها که با هلیکوپترها میریم سفر از هم برگشتمون با خداست. باید اقدام عقلانی کرد، احساسی نکرد.